تصمیمی که میتواند بارسا را منفجر کند. تنها 100 روز تا تصمیم نهایی لیونل میسی. رئال از کابوس ها رها نمی شود. بازگشتی دوباره بیل در پایان فصل. حرف آخر یوونتوس در مورد فروش کریستیانو رونالدو. ونگر زیدان قربانی خودش شده است. دلایلی که میتوان به قهرمانی رئال در لالیگا و لیگ قهرمانان خوشبین بود. تنها 100 روز تا مشخص شدن تصمیم بزرگ لیونل مسی باقی مانده است. بعد از حذف تحقیرآمیز بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپای فصل گذشته مقابل بایر مونیخ و از طرف دیگر ناکامی این تیم در جام‌های داخلی، شایعات زیادی در رابطه با علاقه لیونل مسی برای جدایی از باشگاه بارسلونا مطرح شد. اتفاقی که نهایتاً رخ داد و فوق ستاره آرژانتینی به شکل رسمی اعلام کرد که خواهان جدایی از بارسلونا است. در حالی که به نظر میرسد میسی دیگر مایل نیست به کارش در بلوگرانا ادامه دهد، اما نهایتاً با مخالفت سران بارسا و مشخصاً رئیس وقت باشگاه یعنی جوزپ بارتومئو روبرو شد. موضوعی که نهایتاً باعث شد او در مصاحبه اعلام کند که یک فصل دیگر به کارش در این تیم ادامه می‌دهد. بعد از همه این اتفاقات نیز شایعات درباره آینده لیونل مسی پایان نیافت. در واقع او اکنون ماهای پایانی قراردادی خود را با باشگاه کاتالانی پشت سر می‌گذارد و هنوز نشانه ای از توافق برای تمدید بین دو طرف مشاهده نشده است. این در حالی است که گفته می‌شود دو باشگاه پاری سن ژرمن و منچستر سیتی به شدت شرایط جذب برنده شش باره حدود طلا را بررسی می‌کنند. اگرچه هنوز بسیار احتمال زیادی برای جدایی لیونل مسی متصور هستند، اما به نظر می‌رسد که رقمی خوردن برخی اتفاقات در ماه‌های اخیر اوضاع را کمی به سودی بارسلونا تغییر داده است. از روی کار آمدن دوباره رئیس محبوب مسی یعنی خوان لاپورتا گرفته تا عملکردی امیدوار کننده شاگردان رونالد کومان در هفته‌های اخیر. نشریه اسپورت کاتالونیا صفحه اصلی امروز خود را به همین موضوع اختصاص داده و با تیتر شمارش محکوز به این مسئله اشاره کرده است. اسپورت در شماره امروز خود ادعا کرده است که مسی حالا نسبت به قبل از حضور در بارسلونا راضی تر است و از بازی در این تیم لذت میبرد. موضوعی که باعث شده تمدید قرارداد او محتمل تر به نظر برسد. با این حال 100 روز تا پایان قرارداد مسی باقی مانده و او باید در پایان فصل یک تصمیم سرنوشت ساز را اتخاذ کند. گفتنی است در حالی حاضر تمدید قرارداد مسی بزرگترین نگرانی هواداران محسوب می شود و واقع این تصمیم می تواند بارسلونا را منفجر کند. منفجر شدن از خوشحالی به خاطر تمدید یا انفجار به خاطر غمی از دست دادن یکی از بهترین های تاریخ فوتبال. گرت بیل با حضور در نشست خبری تیم ملی ویلز قبل از مساف با بلژیم در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی مدعی شد که برنامه او برای حضور در تاتنهام یک ساله بوده و می‌خواست که برای رقابت‌های یورو آماده باشد. گرت بیل ستاره ویلزی رئال مادرید تابستان گذشته تصمیم گرفت تا به صورت قرضی راهی تاتنهام شود و کهکشانی‌ها امیدوار بودند تا قرارداد این بازیکن با این تیم انگلیسی دائمی شود و آنها از کابوسشان رهایی یابند. اما به نظر می رسد که رئال مادرید از کابوسش رهایی نخواهد یافت، زیرا ویل در نشست خبری تیم ملی ویلز قبل از مساف با بلژیم در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی مدعی شد که برنامه او برای حضور در تاتنهام یک ساله بوده و تصمیم دارد تا قرارداد خودش را در رئال مادرید به پایان برساند. وی در این مورد به رسانه‌ها گفت: من فکر میکنم دلیل اصلی من در سال جاری برای حضور در اسپرز این بود که قبل از هر چیز فوتبال بازی کنم تا برای حضور در رقابت‌های یورو آماده باشم. برنامه اصلی حضور برای یک فصل در اسپرز بود و بعد از یورو هنوز یک سال در رئال مادرید مانده است. برنامه من این است که برگردم. این همان چیزی است که من برنامه ریزی کردم. بیل در حال چنین اظهارات را مطرح کرده است که در تاتنهام درخشش خوبی نداشته و این باشگاه نیز تصمیم به دائمی کردن قرارداد او ندارد. حرف آخر یوونتوس در مورد فروش کریستیانو رونالدو: اختیار دست خودت است. یوونتوس شرایط فروش کریستیانو رونالدو را اعلام کرده است. کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان است و ما نمی‌خواهیم اجازه جدایی او را صادر کنیم. این سخنان فابیو پوراتیچی مدیر ورزشی یوونتوس پس از شکست تحقیرآمیز مقابل بنونتو بود، اما نشانه ها حاکی از آن است که شاید رونالدو در تابستان با قیمت مناسب از یوونتوس جدا شود. فصل تا اینجا برای ما فاجعه بار بوده است
و پس از حذف از لیگ قهرمانان، شکست دیگر در لیگ برابر بینوونتو باعث از بین رفتن رویاهای فتح دهمین اسکودتوی متوالی شده و حالا اینتر صدر نشین ده امتیاز از یوونتوس جلوتر است. بیان کنری پیش از خرید رونالدو در سری آ قدرت اول بود و انتقال این بازیکن به علت فتح لیگ قهرمانان بعد از دود هر رقم خورد. اما شکست مقابل آجاکس در مرحله یک چهارم نهایی و حذف مقابل لیون و پورتو در یک هشتم نهایی حاصل کار یوونتوس در سه فصل حضور ستاره پرتغالی بوده است. در مجموع هزینه حفظ رونالدو هر فصل حدود 87 میلیون یورو است و این رقم ماندن او در تورین را دشوار می‌سازد. طبق ادعای نشریه آس، اگر کریستیانو قصد خود را برای ترک یوونتوس اعلام کند، باشگاه ایتالیایی برای مذاکره با تیم‌های خواهان مشکلی نداشته و اجازه می‌دهد رونالدو بدون هیچ مشکل تورین را ترک کند. اما مشتری این ستاره پرتغالی باید حداقل 25 میلیون یورو پرداخت بکند که البته برای جذب بازیکن در اندازه رونالدو هرگز زیاد نیست. البته یوونتوس مشکلی برای نگه داشتن رونالدو در آخرین سال قراردادش نخواهد داشت. آنها رونالدو را مجبور به ماندن و البته جدایی نمی‌کند و سرنوشت این بازیکن به خودش بستگی دارد. در حال حاضر اخباری در مورد احتمال بازگشت رونالدو به تیم‌های چون رئال مادرید یا منچستر یونایتد منتشر شده و تیم‌های از لیگ ایالات متحده و شاید پاریس سن ژرمن نیز در صف خریداران او حضور داشته باشند. آرسن ونگر میگوید که زیدان قربانی خودش شده است. آرسن ونگر معتقد است که زین الدین زیدان از حمایت کامل رختکن رئال مادرید برخوردار است. برخی اخبار حاکی از آن است که اگر رئال مادرید در ادامه فصل موفق به فتح یکی از بین لالیگا یا لیگ قهرمانان نشود، زین الدین زیدان در تابستان پیش رو شغل خود را از دست خواهد داد. آرسن ونگر سرمربی پرافتخار و سابق آرسنال مدعی شد زیدان قربانی دستاوردهای بزرگ خودش در گذشته شده و تکرار آن موفقیت‌های دوره اول حضور او در مادرید غیر ممکن است. آرسن ونگر گفت انتظارات بالای باشگاه رئال مادرید از زین الدین زیدان. وقتی در دنیای مربیگری به موفقیت دست پیدا می‌کنید، در ادامه راه خودتان قربانی آن دستاوردها می‌شوید. در ادامه همیشه انتظارات برای تکرار گذشته از شما افزایش می‌یابد، زیرا او در باشگاه رئال مادرید موفق به فتح عناوین بزرگ شد و دستاوردهایی که داشت که تکرار آن دوباره برای این تیم غیر ممکن خواهد بود. از نظر من در این فصل رئال مادرید یک مورد شگفت‌انگیز و عجیبی وجود دارد. هر باری که رئال مادرید در معرض خطر قرار گرفته و نتایج بر وفق مراد این تیم نیست، همه چیز تغییر می‌یابد و در نهایت بازیکنان زیدان را ناامید نمی‌کند. از نظر من این روند نشانه واقعی انسجام رختکن و حمایت بازیکنان این تیم از زیدان است. رئال مادرید آمار خوبی در چند بازی آخر داشته و اگر به این روند خود ادامه دهد می‌تواند دو جام ممکن را کسب کند. رئال مادرید هنوز شانس قهرمانی برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا دارد و میتواند با ارائه بازی‌های خوب هر دو جام ممکن را بالای سر ببرد. بر اساس گزارش مارکا، رئال مادرید در 10 بازی آخر 6 پیروزی برابر تیم‌های هویسکا، خیتافه، والنسیا، وایادولید، ایلچه و سلتا ویگو، دو تساوی برابر اتلتیکو مادرید و رئال سوسیداد در رقابت‌های لالیگا و همچنان دو پیروزی ارزشمند در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برابر آتالانتا کسب کرده است. این آمار نشان می‌دهد که تیم زین الدین زیدان روی فرم خوبی قرار دارد و دلایلی نیز وجود دارد که می‌تواند کهکشانی‌ها را امیدوار به کسب دوگانه در فصل 2020 و 2021 کند. با توجه به فرم خوب بنزما، انسجام در خط دفاعی، شکسته شدن زنجیر مصدومیت‌ها، راحت بودن تخفیم لالیگا، درخشش کورتوا در درون دروازه و در دسترس بودن اکثر ستاره‌ها امیدها را زنده کرده و زیدان و شاگردانش تلاش دارند تا از فرصتی که وجود دارد به درستی استفاده کرد و جام کسب کنند. البته قهرمانی در لالیگا با توجه به اختلاف 6 امتیاز با تیم صدرنشین کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همه چیز دست خود رئال مادرید است و این تیم اگر خوب کار کند می‌تواند جام 14 را به خانه ببرد.